سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز در کانال پرشین هندی من. در برنامه امروز میخوایم به یک مبحث بسیار جذاب بپردازیم، بحث پلی‌استر و نیم پلی‌استر که اصلا اینها چی هستن، فرقشون با هم دیگه چی هست، در چه جاهایی کاربرد دارن و طریقه اجراشون به چه شکلی است. میدونم که بسیاری از شما دوستان کارهای هنری انجام میدید و حداقل اسم پلی‌استر و نیم پلی‌استر رو شنیدید. امروز میخوایم به طور کامل به تمامی سوالات شما پاسخ بدیم. پس بشینید پای این برنامه جذاب و تا آخر با من همراه باشید. پلی‌استر یک عنوان کلی برای انواع خاصی از پلیمرها هستش. خود پلیمر هم پلی به معنی زیاد، مر هم به معنی قطعه، یعنی تعداد زیادی از واحدهای تکرار شونده که میتونید به صورت زنجیروار اینها رو تصور بکنید. رزین هم یک نوع پلیمر هست، هم به صورت طبیعی در طبیعت پیدا میشه و هم به صورت مصنوعی توسط بشر ساخته میشه. امروز میخوایم در مورد دو نوع رزین صحبت بکنیم، رزین پلی‌استر و رزین آلکیدی. رزین آلکیدی که با روغن‌های طبیعی ترکیب شده و هر دوی اینها جزو رنگ‌های شفاف هستن. البته انواع دیگه از رزین‌ها هم داریم، مثل رزین اپوکسی و رزین‌های مختلف دیگه که جای بحثش الان نیست. اگر دوست داشتید یه برنامه در مورد رزین اپوکسی حتما می‌سازیم. رزین پلی‌استری که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، خودش باز به دو بخش اشباع و غیر اشباع تقسیم میشه که در مورد این بعداً توضیح میدم. از رزین پلی‌استر در ساخت رنگ پلی‌استر و از رزین آلکیدی در ساخت نیم پلی‌استر استفاده میشه. پس همین ابتدا میبینیم که رنگ پلی‌استر و نیم پلی‌استر هیچ ارتباطی با هم ندارن. یکی از رزین پلی‌استر تشکیل شده و دیگری از رزین‌های آلکیدی که با روغن‌های گیاهی ترکیب شده. خب رزین پلی‌استر که نامش هم مشخصه و اگر به انگلیسی نامو سرچ کنین کلی مطالب پیدا می‌کنین در موردش که میتونید مطالعه بکنید. پلی‌استر یک ماده شفاف هست که یک لایه شیشه‌ای زیبا و همینطور تا حد زیادی مقاوم در مقابل رطوبت و نور خورشید روی چوبتون ایجاد میکنه. دوستان عزیز، این نور خورشید عامل بسیار مهم و مخربی در زمینه رنگ ها هست. اشعه ماورا بنفشی که داخل نور خورشید هست، همون اشعه یووی، عامل اصلی مخرب تمامی رنگ ها هستش. تقریبا میتونم اینو بگم که اکثر رنگ هایی که در بازار هستن مقاومت زیادی در مقابل نور خورشید ندارن و در مقابل اشعه ماورا بنفش بسیار ضعیف هستن. رنگ پلی‌استر هم خودش دو نوع داره، پلی‌استر پلیشی و پلی‌استر ایستاده. پلی‌استر پلیشی همونطور که از اسمش پیدا هست، بعد از اینکه کار رو اجرا کردین حتما باید پلیش بخوره و بر روش پلیش رو اجرا کنید. اینم خدمتتون عرض کنم که پلی‌استر پلیشی رو من داخل بازار بسیار کم دیدم، اما پلی‌استر ایستاده نیاز به پلیش نداره. در گذشته که پلی‌استر پلیشی در بازار بیشتر پیدا می‌شد، قیمتش حدوداً نصف پلی‌استر ایستاده بود. رنگ تمام پلی‌استر از سه جزء تشکیل میشه. جزء اول خود رزین هست، جزء دوم کوبالت و جزء سوم هاردنر یا خوشکن. در مورد تک تک اینها خدمتتون توضیح میدم. به این صورت عمل میکنم که ابتدا رزین و کوبالت رو با هم دیگه ترکیب میکنم و سرآخر موقعی که میخوان اجرا بکنم خوشکن رو اضافه میکنم. من در بسیاری از جاها دیدم حتی بر روی ظرف پلی‌استر هم نوشته شده که نیاز به حلال و رقیق کردن نداره و به همین صورت بدون اینکه نیاز به حلال داشته باشه شما میتونید اینو با پیستوله‌ای که نازل بزرگ داشته باشه اجرا بکنید. اما اونچه که من دیدم، استادکارا و اساتید بلا استثناء همگی پلی‌استر رو رقیق میکنن و بعد اجرا میکنن. به این صورت که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم، ابتدا جزء اول یعنی رزین پلی‌استر رو با حلال مخصوص خودش رقیق میکنن، بعد کوبالت رو اضافه میکنن، این ترکیب رو داخل کاسه پیستوله میریزن و موقعی که میخوان برن کار رو اجرا بکنن اون زمان خوشکن رو بهش اضافه میکنن و میرن کار رو اجرا میکنن.
همه این مطالب رو شما اگر به انگلیسی سرچ کنید به راحتی میتونید پیدا بکنید. داخل ایران من مطالب معتبری تقریبا ندیدم، فقط من یک سایت رو دیدم که به صورت تخصصی اومده در مورد نیم پلی‌استر توضیح داده. اگر شما نیم پلی‌استر رو به انگلیسی سرچ کنید هیچ مطلبی در موردش پیدا نخواهید کرد، چون فقط داخل ایران به این رنگ نیم پلی‌استر گفته میشه. یکی از اسامی این رنگ که شما با سرچ انگلیسی میتونید پیدا بکنید اسید کیورینگ لکور هست که داخل تصویر هم دارین دسپلش رو میبینید. هرچند خود اسید کیورینگ هم یه اسم کلی هست، چون نه تنها در صنعت چوب بلکه به صورت موادهای دیگه در صنایع معماری و بتن هم کاربرد داره. و اگر دقیق‌تر بخواید سرچ کنید باید بنویسید اسید کیورینگ وود کوتینگ. اگر واژه انگلیسی به کار میبرم به خاطر اینه که میدونم بچه‌ای هستن داخل کانال ما که علاقه‌مندن، خودشون میدونم که من اینا رو بگم میرن که سرچ کنن، حتی استادکارایی هم که داخل پیج ما هستن علاقه‌مندن به مباحث علمی. حالا این اسید کیورینگ لکور یا لاک اسید کیورینگ دقیقاً چی هست؟ خود واژه کیورینگ هم به معنی عمل‌آوری هستش، به فرایندی که طی اون رزین حالت سخت پیدا میکنه یا اصطلاحاً پخت میشه رو بهش میگن کیورینگ یا کیور شدن. نیم پلی‌استر از ترکیب رزین آلکیدی، روغن‌های گیاهی و همینطور اوره فرمالدهید تهیه میشه. بله تعجب نکنید، گفتم روغن گیاهی. دو نوع روغن گیاهی که در ساخت نیم پلی‌استر استفاده میشه روغن سویا و روغن نارگیل هست. داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم که روغن‌های گیاهی به سه قسمت هواخشک، نیمه هواخشک و غیر خشک‌شونده تقسیم میشن. شاید بازم براتون سوال پیش بیاد که آیا روغنی داریم که روغن گیاهی داریم که برای سطح چوب بزنید و در مجاورت هوا این روغن خشک بشه و یک لایه محافظ رو روی سطح چوبتون ایجاد بکنه؟ بله داریم. روغن تخم کتان یا روغن بزرگ یک مثال خوب برای این مورد است. دقت بکنید که نیم پلی‌استر هم خودش دو نوع براق و مات داره. اگر نیم پلی‌استر رو با روغن سویا درست کنن نتیجه کار مات خواهد شد و اگر با روغن نارگیل ساخته بشه نتیجه کار هم براق میشه. در کل بخوام خدمتتون عرض کنم نیم پلی‌استر براق کیفیت بالاتری از نیم پلی‌استر مات داره. نیم پلی‌استری که با روغن کوکونات یا روغن نارگیل ساخته شده شفاف و بی‌رنگ است و نیم پلی‌استری که با روغن سویا ساخته شده عسلی رنگ است و نتیجه کارم همونطور که خدمتتون عرض کردم براق نخواهد شد و مات میشه. آیا میشه اینا رو با هم دیگه ترکیب کرد؟ بله. در آخر ویدیو هم یه نکته مهم خدمتتون عرض میکنم در مورد اینکه اصولاً چه رنگ‌هایی رو میشه با هم دیگه ترکیب کرد. دقت بکنید که خواص نیم پلی‌استر اصلاً شبیه به پلی‌استر نیست. یعنی نیم پلی‌استر در برابر خط و خش ضعیفه، در مقابل رطوبت بسیار ضعیفه، در مقابل نور خورشید امکان داره که رنگ زرد پیدا کنه بعد از مدتی. به همین خاطر نیم پلی‌استر رو برای لوازم و سطوحی استفاده میکنن که داخل خونه هستش. همونطور که خدمتتون عرض کردم در مورد پلی‌استر، اجرای پلی‌استر کارتون رو بسیار شیک میکنه، چون یک لایه شیشه‌ای براق و زیبا رو روی سطح کارتون اجرا میکنه. اما قبلش حتما باید زیر کارتون رو آماده کرده باشید. زیرکاری خوب تو این ماجرا بسیار مهمه، به این صورت که خدمتتون عرض میکنم باید عمل بکنید.